سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم. در هفته دوم عید نوروز در سال 1394 در خدمت شما هستم، همچنان با یه ویژه برنامه دیگه از برنامه‌های چند شنبه. این ویژه برنامه از لحاظ زمانی با برنامه‌های دیگه هیچ فرقی نداره. ویژگیش اینه که کلا تو عید داره برگزار میشه، همین. یعنی فکر نکنید مثلا هفته قبل مقرره که مثلا ما هر تمام جون و انرژی مهمون برنامه رو بگیریم، هی بگیم بخون بزن. عرضم بخیر، این نکته اولیه قضیه بود. برنامه ویژه عید هست به دلیل اینکه در ایام عید پخش میشه. این تنها نکته قضیه بود. عرضم به خدمتتون یک نکته دیگه که در واقع خیلی برای ما اهمیتش بود که حاجی فیروز رو یه سری زنگی اومد. فکر می‌کنم از بس حاجی فیروز توی برنامه قبلی اذیت کرد منو، هنوز گوشم زنگ میزنه از اون هفت. عرضم به خدمتتون که حاجی فیروز در برنامه هفته قبل همه گفته بودن چرا حاجی فیروز اینقدر اذیت میکنی؟ چرا اینقدر حاجی فیروز رو سر به سرش گذاشتی؟ حاجی فیروز خوب بود. یعنی هیچ مشکلی نه. حرف خنده‌دار نمیزنم دوستان. حاجی فیروز خوب بود، هیچ مشکلی هم نداشت، خیلی هم خوشحال و خندان رفت. و در واقع تو که باز اینجا نشستی. منتظر چی هستی؟ تو فصل گاوچرونی منتظره. برو با دست به من نزن. دلم پره. دست به تو خوردی؟ چیزی خوردی؟ نه، اونجا دلا خالی کردم اومدم، ولی کلا دلم پره. خیلی ناراحتم از دست تو. چرا؟ بابا این حاجی فیروز مال سال نو، صبره هفت سین مال حاجی فیروزه، هفت سین مال حاجی فیروزن. تو اینقدر سر به سر من گذاشتی. تو بیچاره کردی منو هفته گذاشتی. من سر به سر تو گذاشتم چیکارت کرد؟ به مهمون برنامه هرچی دلت خواست گفت. خب دیگه نمیدونم بدون اینکه کسی بهت بگه این وسط غر میدادی میرقصیدی و حرکات جلف انجام میدادی. خب بده بده. دیگه نمیدونم پشت سر من خودتو قایم کرده بودی، کارهای مستهجن و کارهای ناشایست انجام داده بودی. راست میگن. دیگه خدمت سلام برنامه خداحافظ، یعنی همه کار کرد. من تو رو اذیتت چیکارت کردم؟ هیچی، از گل به من نازکتر گفتی. خب نازکتری شاید از گل. خیلی اذیت شدم. من تمام این کارا رو کردم به خاطر اینکه تو شاد بشی، دل تو رو شاد کنم. در صورتی که باشه که در واقع میشه گفت همه مردم آزارا آدما رو میخوان شاد بکنن. نه، میدونی چیه؟ چیه؟ مثلا حاجی فیروز داستانش همینه دیگه. بگو ببینم داستان حاجی فیروز ما چیه؟ که سیاه بازی میکنیم، حاجی فیروز میشیم، طنز تلخیم دیگه. خب به خاطر همین حاجی فیروز تلخشو قبول دارم، کاملا درست میگی. خب نه، طنز تلخ. خب خب مثلا من میذارم. خب وایسا دیگه، وایسم بزنی تو گوش من. آره دیگه، تو نه اول ناراحت شی. من طنز تلخه، من تو رو لهد بکنم اینجا، مردم هار بخندن. آخه چه قشنگ. این میشه طنز تلخ، مردم میخندن تو مثلا له میشی. ولی تلخیش میدونید چیه؟ این مشکلش اینجاست که تلخش خور تاخیر خواهد داشت. تو له شدی تلخ شده. نه 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 نه، این ممکنه اتفاق بیفته، ولی طنز تلخش میدونی کجاست؟ کجاست؟ بعدش که من خرخره ای تو رو جویدم بیرون. اینجاش تلخه. خوناشام هم شدی یا بس که این فیلم ها رو میبینی آناکو اصلا خوناماشه پنج رو میخوان رو تو بسازن. خوناماشه پنج. ببین اصلا حاجی فیروز، آقا سینا گوش کن، حاجی فیروز داستانش اینه. بگو. نزدیک عید نوروز که میشه میاد. خوب. سال نو رو با خودش میاره. آها، یعنی حاجی فیروز نیاد سال نو نمیاد. خب نه دیگه، نماد اینه که حاجی فیروز میاد. خوب. به مردم عیدی میده. اینا کجا آوردی؟ اجازه بده این عیدی حاجی فیروز به شماست. این که از سکه‌های روی میز خودم میده. خب مهم اینه که من به تو عیدی دادم دیگه. مهم اینه که مردم ما بدونن که حاجی فیروز گدا نیست. آه. حاجی فیروز عیدی میده. پچاره نمیده. حاجی فیروز شادی میاره. الان تو اینو مگه از رو میز من بر نداشتی؟ حالا این نمادینه. عیدی اصلی شادیه، نشاطه، بگو بخنده، سال نوه، کینه و قهر رو دور بریزیم، با همدیگه آشتی کنیم، داستان حاجی فیروز اینه. من یه سوالی رو از محضر دست شما دادم. من یه سوالی رو از محضر حضرت عالی خواهش میکنم. نداشته باشه بپرسید. اخ نه، خواهش میکنم. تمنا میکنم. اختیار داره. معمولا حاجی فیروز قبل از عید میاد دیگه، خبر رسیدن عید رو میده و عید رو با خودش میاره دیگه، میره تا سال دیگه. الان هفته دوم عید، تو اینجا چیکار میکنی؟ خب من تا 13 به در با اینجا بمونم.
این استودیو مگه کلید نداره؟ مگه قفل نمی‌کنین؟ چرا چرا همش دست منه. دفعه بعد راد نمیدیم. ببین من تا 13 بدن اینجا هستم، میرم تا سال دیگه دوباره میام خدمت شما میرسم. خب برای همین من الان هفته دوم عیده دیگه. هفته اولی که اومدم تبریک گفتم، عید اومدم تحویلتون دادم، درسته نه؟ محبت بکنید دوستان، اگر احیانا اگر اشکال نداشته باشه برای 13 بدر دیگه در خدمت شما نباشه. نه حالا محبت کنین دوستان، 13 بدر در خدمت آقا سینا نباشیم، من هستم در خدمتتون. دوستان عزیز محبت بکنید. آقا من میگم اصلا بیا یه کاری کنیم جونم. تو یه آمار بگیر ببین مردم تو رو بیشتر دوست دارن یا حاجی فیروز رو دوست دارن، بعد هر کی بیشتر دوست داشته باشن دیگه از این به بعد اون میاد وای میسه اینجا. قبول؟ یعنی من میشم یک سال، تو میشی 13 روز. همه بدشون میاد از تو. شوخی میکنم تو بدت میاد؟ من نه، من قاشقتم، من خیلی قاشقتم، ولی من چنگالتم، من نوکرتم. الان چشاتو در میارم باش. ببین من میخوام یه اوسکوندر بخرم بیاندازم بندازم برگندرم بیارم بدم به هد. اگه خدا بخواد، خدا قسمت کنه، با هم اسپناج کنیم. یک بار دیگه بگو. میخوام یه دونه اوسکوندر بیام بندازم تو انگشترت. آها. بعد یه دونه برگندر بندازم گردنبندت. خب بعد با هم اسپناج کنیم. آها، من و تو. من و تو یک. بله، یعنی من و تو با هم میشیم یکی. خب بعد البته فقط یه مشکلی هست. فارسی یکه، اشتباه اومدی فکر کنم. فارسی وان یک. نه، من و تو یک که میگم یعنی که من با تو با هم میشیم یکی. آه، تبلیغ شبکه های دیگر هم اینجا واسه من میکنی. نه، من غلط بکنم بابا. من و تو با هم یکی میشیم. آقای کارگردان برو قسمت بعدی رو پخش کن. آقای کارگردان نرو قسمت بعدی. برنامه ویژه نوروز ما میدونید که مهمون حرف اول، یعنی اصلا اصل قضیه مهمونه. مهمون این هفته ما هم یک آهنگسازه، یک نوازنده است، یک هنرمند، یک شخصیتیه که خیلی روح آرامی داره، یک حس خوبی رو به انسان میده، ولی بسیار تشویق من مهمونو معرفی میکنم. برو قرمونت برم من. برو عزیزم. خب من خب همون مهمونم دیگه. برو تو شبیه دزدای ایتالیایی شدی. برو بیرون. چهرم هنوز معلومه حاجی فیروزم. نه اصلا من نشه. من اولش فکر کردم مارچلو ماستریانیه. نه آخه اومدم شبیه آهنگ برو بیرون بذار مهمونو معرفی کنم. آخه والا هر تغییری ایجاد میکنیم نمیشه. آیا دیوانه شدم من. مهمون این هفته ما یک آهنگسازه، یک نوازنده است و یه بچه مثبته در واقع. اجازه بدیم من اینجا بریم مهمون برنامه رو. نمیدونم چه آرش بهزادی آهنگساز و نوازنده مهمون این هفته ماست.
واقعا هنر از هر ده تا انگشتت میریزه و واقعا نوازنده خوب، خوش قد و بالا. قیافت البته شبیه دکتراست بیشتر تا شبیه موزیسین. قرار بوده دکتر، قرار بوده دکتر آره. بشی ولی گوش ندادی. آره اینجوری بوده تو خونه شما. آره دیگه دقیقاً. دکتر مهندس یا وکیل؟ دقیقاً آپشنامون واقعا محدود بود دیگه همین. ولی بالاخره دکتر مهندس وکیل آره. ولی آخرش به عنوان من آلبوم های آرش رو هم اینجا دارم. آلبوم اولش آرام دل هست، بسیار آلبوم زیباییه و من خودم گوش کردم. دومی رو به هم نداده بود، منم نرفتم بخرم. دانلود نکردم. ولی اولش یه کار خوب کردم، دانلودش نکردم. نه اینکه خواهش می‌کنم. واقعا نمیدونی بچه ها توقعات بچه ها بونه چقدر پایینه، یعنی همین که دانلود نکردم خیلی بچه ها ذوق زده میشن و تشویق میکنن. و حالا آلبوم سومت هم تو راه هست از قرار. آره آره. و فرق میکنه کاملا با اینها، چون آلبوم یک، آلبوم اول که یادمه تمام آهنگ های قدیمی رو نواخته بودی و با یک تنظیم متفاوت. دقیقاً. آلبوم دوم هم همینطور بود. آلبوم سوم چه صورتی هست؟ آلبوم دوم یه خورده پخته تره، کارهای یه ذره پخته تره، برای اینکه با اعتماد به نفس تر اجرا کردم و ضبط کردم. کارهای یه ذره تنظیماتش پیچیده تره. حتی این آلبوم دومی که تو دستته و این حدود 3 سال پیش اومد توی بازار. ولی آلبوم سومم که داره میاد بیرون داستانش متفاوته. دیگه هنر عکاسی و این چیزا بود. میدونم عکاسش خوب نبوده. عکاسش خوبه. چیز آلبوم سومم اصلا یه فضای دیگه داره. یه فضا کارهایی هم که کار کردی آثار خودته یا کاملا ساخته خودمه؟ حدود 70 دقیقه آلبومه، حدود 12 تا آهنگه که به هم دیگه وصله و فکر می‌کنم یه هیجان خیلی خوبی در موردش دارم و فکر می‌کنم که دوستان عزیز هموطن عزیز هم خیلی خوشش میاد باشه. خب امیدوارم هم که همین جوری باشه. خواهش می‌کنم تشویق کنید به آرش عزیز. دیگه به هر حال هنرنماییشو که دیدید که خیلی ممنون. اگر حالا فرصت بشه باز هم در ادامه برنامه از آرش عزیز سوء استفاده حد اکثر سوء استفاده رو خواهیم کرد و ازش میخوایم که آثار دیگه ای رو هم برامون حتما با دستان هنرمندش بنوازه که لذت ببریم. آره دقیقاً. منم شاید یه همکاریایی بکنم. خب البته من خدمت رو عرض کنم دوستان، این ویتامین سی هست، باید بذارینش تو سفره هفت سین. درسته که با سه نقطه ممکنه بنویسن ولی حرف سی رو، حرف سی در واقع با سین و یه نوشته میشه، پس میتونه توی سفره هفت سین باشه. اینجا نذاریدش، جاش تو سفره است. این کروات منم البته آرش قبلش داشت تعریف میکرد ازش، گفتم که یه تیکه از ترمی سفره هفت سین بوده که واقعا یه کامپلیمنت زیاد اومده. ما کندیم آویزون گردنمون کردیم که یه خورده با سفره هم خونی داشته باشه. واقعا مچ مچی، واقعا مچ بعد بخوابم اینجوری برنامه رو اجرا بکنم یه خورده متفاوت تره. خب دیگه حالا آرش علاوه بر فعالیت در زمینه موسیقی، فعالیت در زمینه‌های دیگه هم داره. تجربه بازیگری داشته در سریال رویای شیرین. دقیقاً. آره یه تجربه خیلی خوبی بود برام که واقعا ما زیاد خوب نبود ولی خوب ذره ذره بهتر شد. من داشتم دنبال میکردم خبرها رو. آره تیتراژ پایانی قسمت آخر عالی ترین قسمت بود. نه واقعا همه با یه رویای شیرینی تموم کردن سریال. دقیقاً همینجوری بود. خیلی خوب بود ولی خب نمیدونم میدونین یا نه توی کانادا فیلم برداری شد یه قسمت های اصلی. آره چون من خودم تهیه کننده. بله 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 میدونم. خلاصه دوستان عزیزمون موسی علی خانی از من خواست که بتونم توی یکی از اپیزود بکنم. اپیزود سوم بود اگه اشتباه نکنم. همش هم حفظی یعنی نشستی از اول تا آخر. آره هی نگاه کردم. آره لینکشو فرستادم. درو همسایه‌ام زنگ زده بود امروز من قراره که توی فیلم 30 ثانیه پیانو بزنم، حتما ببینید. یوتیوب نصف هیتاش ماره خانواده من. خب اون موقعی که داشتی در واقع این هنرنمایی رو، یعنی بازیگری رو به منصه ظهور میرسوندی، خودت داشتی فکر میکردی چقدر خوب دارم بازی میکنم یا داشتی میگفتی آخ 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 دارم خراب میکنم؟ واقعا یه حقیقت که شاید شما ندونین، ما داشتیم توی سرمای منهای 15 درجه میلرزیدیم از سرما. تو اون صحنه فیلم برداری برای اینکه طوفان برف و یخ بود و برق قطع بود و تمام درخت افتاده بود. بخاطر اینکه یخ زده بودن و سیمای برق تمام قطع شده بود و ما ناچارم برای اینکه تمام برنامه بعد طبق برنامه میرفت جلو، تمام فیلم برداری دیگه، ناچارم رفتیم توی خونه که فقط یه شومینه هیزومی بود. یه آخراش هم بچه‌ها مبل و صندلی‌ها رو آتیش زده بودن برای اینکه گرم بشن و اینا دیگه.
دیگه سریال رو با آتیش زدن کل خونه به پایان بردن، ولی خب ما قسمت پایانی رو عوض کردیم در انتها چون خیلی وحشتناک بود، شبیه اون کتاب معروف دافن دوموری ربکا که خونه رو آتیش میزنن آخرش، میشد شبیه اون، میگفتن از رو آلفرد هیچکاک اومدین کپی کردین، اینا گفتیم بذار آخرش متفاوت باشه به سبک کارگردانی داخلی. خب دیگه یکم از خودت بگو. آره من خب خلاصه مدتی کار پیانو میکنم، حدود 6 سالی که کار پیانو جدی شده نسبتاً. بعد از ولی از بچگی پیانو میزدم. توی خانواده هنری یا خانواده غیر هنری؟ هنری ولی هنر دوستن میتونم بهتون بگم که یعنی هم توی محافل خانوادگیمون خیلی موزیک بوده، خیلی هنر بوده و دوستان هنرمندم خیلی زیاد دارم من. برای همین با هنر تقریبا بزرگ شدم. خب خیلی خوبه. و چرا دلت میخواست خواننده بشی؟ والا برای اینکه خوانندگی رو حقیقتش من سعی کردم نیرویی که میخوام بذارم و وقتی که میخوام بذارم بذارم رو انگشتام تا بذارم روی حنجرم، ولی فعلا دستام جواب داده. حالا اگر تو آلبومای بعدی صدامو شنیدین بدونین که مثلا دستام به حد نهایت رسیده. به حد نهایت رسیده. حالا رفتی سراغ حنجره. آره اگه کم آوردم میرم سراغ حنجره. با هیچ کدوم از خواننده ها دوست داشتی همکاری بکنی یا همیشه دلت میخواسته که به صورت بی کلام آثار خودت رو بسازی؟ آثارم سی دی که هستش بی کلامه، ولی خب خیلی با خواننده مختلفم کار کردم و کار خواهم کرد. همون اپیزود روی شیرین که گفتین با ندا جون، ندا سیدی، یه کار از رعنا فرهان و سرمستو اجرا کردیم که فکر کنم خیلی قشنگ شد. اونم واقعا فعل بداهه بود، یعنی من بعد همون روز صبح تمرین میکردم که بتونیم اجراش بکنیم با هم دیگه. با کسی دیگه هم هستن. من بیشتر هم کار صدا میکنم با کار موسیقیم، هم کار کوریوگرافی و رقص. یعنی چیزی که جدی میگی خودت؟ خودم نه، خودم نمیتونم، چند دستان باید روی پیانو باشه. یعنی یکی میاد فکر کردم خودت هم پیانو میزنی میرقص. خیلی حرکت مهیر و لوگولی بود، میخواستم ببینم چجوری این کارو میکنی. اونم بذارم پنجم شیشم بذاریم رو اون کار، شاید انجام بدم. ولی شانس این داشتم که با هنرمندهای مختلف همکاری بکنم. یکی از کارهای اخیرم کاری بود که با شاهرخ مشکین قلم انجام دادم. این برمیگرده حدود یک سال و نیم پیش که تو تابستون شاهرخ جان در تورنتو بودن و یکی از کارهایی که از آلبوم جدیدم هستش و بیرون خواهد اومد و شنید و خوشش اومد و گفتش که دوست داریم که با هم دیگه همکاری بکنیم و خوشبختانه تونستیم زیر بارون یه اجرایی داشته باشیم که هم شاهرخ جان رقصیدن. زیر بارون واقعی جالبش اینه که می‌خواستیم بارون مصنوعی تولید بکنیم ولی ابرا اومدن و رعد و برق زد، اینو یه بارون واقعی گرفت. بعد خلاصه فیلم بردارام همه دیگه با نایلون و اینا خودشون رو حفاظت کردن از خودشون، ولی کار خیلی قشنگ شد برای اینکه همه حس کار طبیعیه و شاهرخ هم واقعا چیزی کم نذاشت. واقعا شاهرخ که واقعا یکی از هنرمندای خیلی خوبه که فوق‌العاده، یعنی واقعا جادو. یعنی من خودم هر دفعه نگاه می‌کنم این ویدیو رو، اسم کار هست The Joy of Storm یا هز بردن از لذت از بارون یا طوفان. ای خواستی اسم فارسیش بنویسی بنویسی؟ لذت طوفان. لذت طوفان. ببین قشنگه. لذت طوفان. طوفان باش. آخه طوفان یه منم بیام چیزشو بگم. لذت طوفان. آره. آخه طوفان همه الزاماً لذت نمیبرن ازش. یعنی چیزی که همه میرن فرار میکنن و پناه میبرن. ولی یه حسی درون من بود برای ساختن اون کار، ساختن اثر، برای اینکه گفتم که از کار، از اتفاقاتی که ناخوشایند هست آدم شاید بتونه لذت هم ببره. به قول معروف به جنبه مثبت وقایع نگاه میکنه. و شما بردین این لذت رو؟ خیلی، ولی خیس شدیم دیگه آخر سر، ولی ویدیو رو حتما نگاه کنید. Thank you.
یکی دیگه از سوالاتی که خیلی توی ذهنم میچرخید از این سمت به اون سمت که ازت بپرسم این بود که چرا کنسرت های بیشتری رو نمیذاری؟ چرا برنامه هایی که حالا مثلا این چنینی باشه برگزار نمیکنی؟ الان وقتی که من گذاشتم روی آلبوم سومم خیلی با تمرکز میکردم که کارا خوب در بیاد از آب و خوشبختانه در اومد. کنسرت هایی گذاشتم من در جای مختلف اجرا کردم، اتفاقا همین ژانویه سال گذشته با کیاوش توی همین دبی اجرا داشتیم توی ورلد ترید سنتر که اجرا خیلی خوبی هم بود. کیاوش رو تیموریان که کارای سنتی میکنه و و با هنرمندای دیگه الزاما نه ایرانی، بلکه این مقدار سبک کار جدید من بین‌المللی هست، هم میتونه سمت ایرانی بره هم میتونه سمت غیر ایرانی بره. تهیه کننده آلبوم ها کیا هستن؟ خودم هستم، با مثل خودت که تمام کارا رو انجام میدی خودم. متوجه شدم. خب پس حالا که خودت همه کارا رو انجام میدی چرا انجام میدی؟ چون ببینید این یه نکته ایه که برای خیلی‌ها میتونه سوال ایجاد بکنه که چرا یک هنرمند ایرانی وقتی که منبع درآمدی نیست براش این کار چرا انجامش میده؟ چرا انجامش میده؟ حقیقتش کارهای من یه مقدار با کارهایی که توی بازار وجود داره یه مقدار فرق داره. بلکه کار من احساسی، یعنی هر کدوم از کارهایی که من اجرا کردم، تنظیم کردم یا نواختم یا ساختم از یه احساس درونی من میاد بیرون و این احساس من همیشه تبدیل میشه به یه اثر موسیقی. حالا میتونه یه تجربه خوب تو زندگی باشه، میتونه یه تجربه سخت باشه تو زندگی و تمام اونا من سعی کردم آلبوم سومم تمام اون روند زندگی من توش باشه و برای همین چون اصراری نداشتم که من بخوام یه کار به قول معروف تجاری بدم بیرون، برای همون زمانم رو گذاشتم، آلبوم ضبط شد و خوشبختانه تا 3 ماه آینده بیرون خواهد اومد. امیدوارم هم که پرفروش باشه. خیلی ممنون. برای فروش حتماً این از آلبوم ها این دو تا قبلی ها کسی یعنی فروشش چه جوری بود؟ میخوام ببینم فروشش خیلی خوبه، مخصوصا دانلود روی آیتیونز و آمازون، برای اینکه متاسفانه نتونستم اجازه تکثیر اینو توی بازار ایران بگیرم به خاطر اینکه باید برم از تک تک صاحبان اثر اجازه بگیرم، میخورد کار پیچیده بود. ولی یواشکی این آلبوم ها رو نه اجازه رو برای بازار خارج از ایران گرفتم، ولی برای بازار اجازه داخل کشور متفاوته با اجازه های خارج. ولی خبر خوبی که میخوام بدم، برای هدیه نوروزی میخوام تمام کارهای این دو تا آلبوم رو روی وبسایت هم بذارم برای دانلود رایگان. واقعا تمنون میکنم. ما اگر خیلی خوشحال شدم بچه ما اگر بتونیم همه هنرمندا رو وادار کنیم که تمام کاراشون رو رایگان بذارن روی وبسایت چیزی برای دانلود و اینقدر دنبال مسائل مادی نباشن، ما دیگه خیلی از مشکلاتمون حل میشه و این زحمت قفل شکوندن و هک کردن و دیگه کپی کردن واقعا درد سرسازه. بذارید واقعا دنبال چرا دنبال مسائل مادی و من چرا معنوی رو گذاشتی که دنبال مادیات میگردی؟ چرا واقعا دیگه کار درستی نیست، نکن این کارا رو. اگر چیز دیگه ای هم داری رایگان در اختیار ما قرار بده. اصلا زندگی من در اختیار شما. والله به خدا بذار همه لذت ببریم. بذار همه لذت ببریم. من میام این حرکت نگرانم من این دستم بدیم و چون بچه‌ها سبزی که برای ایام عید گرفتن تقریبا اندازه نصف استادیوم آزادیه و یعنی به راحتی میتونن بچه‌ها مثلا این تولیت از آره میتونن بچه‌ها اگر بازی اگر آخر هفته ها جایی میخواین برین زمین فوتبال و چیزی میخواین لازم نیست اینجا تو استودیوی ما این سبزه‌ای که گرفتم بچه‌ها اندازه زمین فوتباله، میتونید بازی کنید. چمن خیلی خوب از چمن استودیو مازادی که بهتره. یه خط کشی هم میخواد روش داره. یه خود خط کشی میخواد که اونم دیگه حله دیگه. مهم چمنه حله که با کوالیتی بسیار بالا و کیفیت استاندارد تایید شده توسط فیفا الان کنار دست من و عرضم به خدمتتون این که حالا اگر ما ازت بخوایم یه قطعه دیگه برامون بنوازی چقدر ای رو خودت انتخاب میکنی؟ اگه بزنم شاید یکی از کارهای آلبوم جدیدم رو بزنم براتون. آره Thank you.
واقعا بسیار زیبا. شاگرد کی بودی؟ یعنی استاد در واقع کی بوده؟ استادم خودم بودم در حقیقت. یعنی این یه سبکی که خودم شروع کردم به یادگیری و پیانو رو داری میگی؟ یعنی پیانو رو خودت یاد گرفتی؟ من فکر کنم 8 ماه اولش فقط یه استاد گرفتم من، ولی خب بعدش دیگه امکانات نبود دیگه خودم سعی کردم. تماس نگرفتیم ما. واقعا گشتم دنبالت پیدا نکردم. واقعا دمت گرم. اگر خود آموز در واقع خود آموزا هستن که توی بازار کتاب میفروشن، نمایشگاه کتاب میره خودآموزای مختلف برای یادگیری دروس کنکور و دروس مختلف هست، ایشون خودآموز در واقع پیانو هستن و بعد چون به هر حال نواختن یه مقوله است، آهنگ ساختن یه مقوله دیگه است. درست. چجوری به این مرحله رسیدی؟ یعنی پیانو یاد گرفتن چجوری تو رو هدایت کرد به سمت آهنگسازی؟ دیگه فقط حس بود دیگه، برای اینکه خب کاری که همه میزنن و کاری که واقعا مشهور هست و آدم خواهنخواه میزنه، نوتاش هست، آدم میتونه دنبال بکنه، ولی وقتی که سمت موسیقی من به سمتی رفت که بخوام احساسم رو خالی بکنم روی پیانو و پیاده بکنم روی پیانو، دیگه تمام اون احساسات درونی میره از طریق انگشتا روی کلیدای پیانو و میتونه خواهنخواه به یه قطعه موسیقی تبدیل بشه. چی خوندی اون وقت توی دانشگاه؟ دانشگاه من مهندسی صنایع خوندم و کاملا مرتبط با مهندسی صنایع خوندم و آره درگیر دنبال همون کار مهندسی صنایع بری صنایع مختلف تر سعی میکنم، ولی خب به هنر ربطی نداره اون. نه همون میخوام ببینم تو خب چرا هنر نخوندی؟ هنرم اگه میخوندم خب آخه زندگی نمیچرخید دیگه. آره دقیقاً. عجیبه. چرا هیچ کدوم از ما هنرمندای خیلی خوبی داریم، آهنگسازای خیلی خوبی داریم، حالا نه فقط اختصاصا بخوام راجع به هنر موسیقی حرف بزنم، بازیگرا هستن، نقاش ها هستن، آهنگسازا هستن، مجسمه سازا هستن، ولی شاید 80% اون رشته هنری رو که دارن توش کار میکنن نخوندن. مثلا مهندس کشاورزی هستن، مهندس صنایع، دندون پزشک من با دندون پزشک برخورد داشتم که در واقع کارهای هنری میکرد. آره کارهای خوندن و دیگه MC و کارهای مختلف انجام میداد. چرا که نه، به نظر من هر کسی واقعا وقتی متولد شده آیندهش از قبل درونش گذاشته شده، یعنی باید واقعا میدونه که به چه سمتی باید بره، فقط باید پیدا بکنی که کدوم قسمت رو دوست داری. به جز بچه های کشور ما ایران که آیندهشون در یه جای دیگه پدر مادرشون نوشته شده و میگم باید حتما دکتر بشی یا مهندس. خب اون هست، آدم میتونه دکتر مهندس هم بشه، ولی در کنارشون کار هنر یا کار ذوق. تو رسیدی به اون درجه؟ نه. از نه من دکتر نشدم اولش، میگم گفتم چون مثلا این اصلا شعار معروف تمام پدر مادر است. تو برو دکتر بشو، بعد از اونا برو مثلا کاباره بزن مثلا، یا برو مهندس بشو یا وکیل بشو، اصلاً برو بازیگری با کارگردان صحبت کن، بگو بعد از 6 به بعد مثلا واسه من اتفاقا این قضیه که دارم میگم واقعیت داره. حالا یادم الان نمیدونم، شاید هم قبلا تعریف کردم این خاطره شیرین و جذاب رو. یادم یک بار تو دفتر نشسته بودم، یک خانومی اجازه بدیم من اینو کاملا طبیعی براتون اجرا بکنم. تو دفتر نشسته بودم، بعد تلفن زنگ خورد، من گوشی براشون گفتم بله بفرمایید. گفتش که سلام ببخشید آقای سینا. گفتم بله خواهش میکنم بفرمایید، من در خدمت شما هستم. گفتش که من خیلی صدای شما قشنگه و خیلی خوب اجرا میکنید و خیلی خوبه و نمیدونم خوب و همینجوری خوب کردن. منم گفتم قربون شما. اینا گفت من خودم هم خیلی دلم میخواد کار گویندگی انجام بدم. گفتم خواهش میکنم بفرمایید. البته حالا من خدمتتون عرض بکنم صدایی که داشتن ایشون، حالا من راجع به اون قضیه صحبت نکنم. بله جانم بفرمایید. بله داشتین میفرمودین. گفتن که من خیلی کار گویندگی رو دوست دارم، من عاشق کار گویندگی هستم و خیلی. گفتم که شما سابقه کار دارین در زمین؟ گفت نه اصلا سابقه. گفتم کار فن بیان، تئاتر، حالا یا هر کاری که به صدا یه جوری مربوط باشه انجام دارین؟ تا یه بار مثلا با دوچرخه از جلو میکروفون رد شدین در این حد؟ نه اصلا. اتفاقا من همین یکی دو هفته پیش علاقه من شدم به کار گویندگی. گفتم خب خیلی خوبه، والله خدمتتون عرض می‌کنم اینجوری که من نمیتونم کاری انجام بدم، شما باید تشریف بیارین اینجا تست گویندگی بدین. تو نخواستم تو ذوقش بزنم، برای همین گفتم بعد تشریف بیارین تست گویندگی بدین، اگه قبول شدین ان شاء الله حالا در خدمتتون خواهم بود. گفت ببخشید فقط یک سوال، چند شنبه ها برنامه دارم من؟ من چون شنبه تا پنج شنبه کاملا وقتم بره، من فقط جمعه ها ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر میتونم بیام.
من گفتم خانم عزیز شما الان گفتم شما تشریف بیارین تست گویندگی بدین، شما الان دارین راجع به حقوق و دیگه نمیدونم مزایا و مرخصی سالانه‌تون با من صحبت می‌کنین یا نه، یه مقداری درگیری پیش اومد که من مجبور شدم تلفن رو قطع بکنم و این کار درستی نیست، ولی خب واقعا اتفاقا یه مطلب طنزی رو داشتم میخوندم که نوشته بود لذتی که در قطع کردن گوشی موقع مشاجره و دعوا هست در هیچ چیز نیست، خب در روبوسی آشتیش نیست واقعا، یعنی یارو داره هر که یه چند نفر قطع کردی تا حالا، یعنی واقعا خدایی قبول نداری یارو داره همینجا هر که گوشی میذاری، خیلی لذت بخش، کیف میده قشنگ، کیف میده. حالا عرضم به خدمتتون، البته الان دیگه اینفورمی که تلفن رو قطع نمی‌کنه اینجوریه. خیلی عوض شده کلا. من دوباره اینم یه خاطره دیگه من خدمتتون عرض می‌کنم. من نمی‌شناسم خاطراتمو ورق بزنم. هیچ کدوم از خاطراتم ربطی به نوروز نداره. مثلا معمولا همه شروع می‌کنن خاطرات نوروزی تعریف کردن. من همه خاطراتی که تعریف می‌کنم هیچ ربطی هیچ اشاره‌ای به نوروز نداره. از خاطرات داخل ایرانت برام یه خاطری با نمک تعریف کن. خاطرات داخل ایران که میشه حدود مثلا 18 سال پیش به اون وقت می‌تونی تعریف کنی؟ نمیدونم چی براتون بگم واقعا، خاطرات که واقعا تن خاطراتی که من دارم، من همین دوره هم جمع شدنای فامیل و اقوام و دوستان بود، مخصوصا دوران عید که خیلی شیرین و دلنشین بود و این خاطراتش واقعا تا مادام العمر با همون هست و میمونه. هیچ کس بلند نمی که در ایام عید که ساز بزنیم؟ نه چرا، خب مسلما پیانو جزو اصول اولیه ایام اصول اولی عید و عید و دقیقاً و همه می‌خواستن آهنگ بخونن، گفتن آرش برو بشین پشت پیانو، میرفتم میزدم تمام آهنگا که اینجا می‌بینی من کلک زدم، اینا همه رو در ایام عید زدم، کلک زدم واره خلاص یه رکوردرش هم ضبط کردم واره الان پخش کردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ما یه بخش حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون بخشی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم، اهل شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام اینا هستی؟ آره خب مسلما خیلی از اطلاعاتمون اونجا به اشتراک می‌ذاریم و اطلاعاتم می‌گیریم از اونجا. خب چند تا فالوور داری روی اینستاگرام؟ نپرس دیگه، نپرس. من اینستاگرامم تازه شروع شده حقیقتش، من اینستاگرامو جدا کردم برای قسمت موسیقی، ولی خیلی خوب داره جواب میده و خیلی دوستان به نظر من براشون جالبه. خب اسمت روی اینستاگرام چیه؟ آرش پیانو. آرش پیانو رو هر کسی سرچ بکنه اکانت اینستاگرام من آرش پیانو هستش. آرش پیانو. حالا چرا آرش پیانو؟ آخه خب پیانو و آرش. آره دیگه. آرش ساکسیفون مثلا. یا آرش ترومپت. جستجو کردم ولی چیزی پیدا نشد دیگه. آرش پیانو بهترینش بود و خوبیش اینه که چرا آرش بهزادی نذاشتی؟ خب یه ذره طولانی تر بود دیگه از آرش پیانو؟ خب پیانو کمتره دیگه فقط یه حرف اضافه تر دارم، خب یه دونه هم انرژی کالری مصرف میکنه برای خب آرش پیانو رو محبت بکنید روی اینستاگرام فالو ببرید. کسی نیومده فوشی برای بیرای چیزی بگه؟ نه نه نه، همه واقعا دوستان بودن و محبت داشتن. فکر می‌کنم فیک پس امکان ندارم. نه 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 واقعا فالوورای واقعی نیستن اینا. چرا فالوور واقعی تو نیاد فوش بده؟ یعنی اصلا اون نمیشه. حالا جمع میکنم دیگه از اون فالوورها. حالا الان میگم بچه‌ها محبت بکنید برید روی صفحه اینستاگرامش، ولی لطف کنید، لطف کنید دوست باشین باهاش. سر خیلی خوبیه. ممنون میشم، تشکر. ما یه بخشی رو داریم توی برنامه که مطالب طنزی رو که دوستان برامون فرستادن رو میخونیم، بیننده ها برامون میفرستن. حالا این چون یک ویژه برنامه است برای عید نوروز، ما قراره که به همراه مهمان این کار رو انجام بدیم، ببینیم به نظر مهمان چیه. در واقع همراه ما باشید. مرسی. بریم سراغ مطالبی که دوستان عزیز توی خونه مون نمایی کردن فرستادن. داغ داغ. یارو به دوستش میرسه میگم شنیدم که تو شستن ظرفا به زنت کمک میکنی. طرف میگه خب آره مگه چیه؟ اونم تو شستن لباسا به من کمک میکنه. بعضی ها رو پله برقی یه جوری جست میگیرن انگار پروازشون همین الان مستقیم از نیویورک نشسته. خدمتتون عرض بکنم که خیلی جالبه. زیاده نه، زیادیش که زیاده، ولی دارم دنبال خوباش میگردم. بلنباش آره. درشتاش. طرف میره کتابخونه یه کتابو برمیداره میره تا آخر میشینه میخونتش، بعد میره پلوی کتابدار میگه ببخشید این کتاب خیلی شخصیت داخلشه ولی موضوعشو نفهمیدم. کتابدار میگه اون دفتر تلفن 3 ساعته داریم دنبالش میگردیم، بده سر جاش برو گمشه بیرون. من اینقدر پول دارم که بقیه عمرمو میتونم راحت زندگی کنم، البته به شرط اینکه همین سه شنبه بمیرم.
دیگه عرضم به خدمتتون که پدری به بچهش میگه اگه فردا تو امتحانت نمره بد بیاری دیگه پسر من نیستی. فردا بچهش رو تو کوچه میبینه میگه امتحان چطور بود؟ بچه میگه ببخشید شما؟ نمیشه. میگن مرد واقعی مردیه که در خونه رو باز کنه، یه نعره بزنه و ابروهاشو به هم بپیچونه و با مشت بزنه به دیوار تا نصف خونه بریزه پایین و با صدای بلند بگه زن! مگه نگفتم به ظرفا دست نزن، من خودم میام میشورم. خدمتتون عرض بکنم که کسایی به حال شما الان کانادا هستین، کسایی که تمایل به مهاجرت به کانادا رو دارن، 5 آگوست ساعت 4 صبح با دسته قازهای وحشی طلاب انزلی حرکت میکنیم، فقط دیر نیاین. همه همزمان. امسال عید علاوه بر میوه و شیرینی باید چند گیگ اینترنت هم برای پذیرایی از مهمونامون بخریم. وسط مهمونی هم هی بگیم خواهش میکنم تعارف نکنید، تو رو خدا از اون فیلم گنده ها دانلود کنید. مهمونام بگن دست شما در آخه ما چند جای دیگه هم رفتیم حافظمون پر شد، ان شاءالله سر فرصت میایم فیلم سینمایی دانلود میکنیم. دیگه عرضم به خدمت از آزمایشگاه به زنه زنگ میزنن میگن ببخشید خانم جواب آزمایش شوهرتون با یکی دیگه قاطی شده، الان ما نمیدونیم شوهرتون آلزایمر داره یا ایدز. زنه میگه خب الان من باید چیکار کنم؟ دکتر میگه با شوهرت برو پارک ولش کن، اگه اومد خونه فرار کن. عالیه. پسره به بابام به باباش میگه بابا واسم دوچرخه میخری؟ باباش میگه اگه بچه خوبی باشی با کامپیوتر زیاد بازی نکنی، نمرهات همش 20 بشه، شیطونی نکنی، برات میخرم. پسر میگه میخوای تحریم آرام بردارم بابا جون؟ تحریم آرام بردارم. بابام تصرف کرده، زنگ زده به من میگه بی شعور گوساله. نه میگم چی شده؟ میگه تصرف کردم. میگه خب چرا به من فحش میدی؟ میگه آقا داشتم موقع رانندگی به آینده تو گوساله فکر میکردم. دیگه اجازه بدیم ببینم چیز خاص دیگه ای راستش بخوای ندارم که تقدیم حضورتون بکنم، یعنی دیگه مطالب زیاد هست، یعنی ازم به خدمتتون گلچین باید بکنه دیگه، گلچین باید بکنم چون اگه قرار باشه تمام مطالبی که دوستان برای من میفرستن رو من توی برنامه بخونم ساعت ها هاست که میگذرد. و یارو تو میدون ترجیح به تاکسی میگه 2 پایین‌تر، راننده میگه تا کجا؟ میگه توپخونه. راننده میگه کرایه ما به درک، ولی اینطوری قدم برنده خشتک پاره میشه. دیگه خدمتتون عرض میکنم، فکر میکنم دیگه بسته دیگه. ها؟ بسته دیگه. شما موافقی؟ نه قشنگ. فکر میکنی اوج ارادت ما به مهمونامون از کجا معلوم میشه؟ چی کار میکنیم که اوج ارادتمون یه دفعه قلم بمیزنه بیرون؟ یعنی دیگه نهایت احساستو باید آره. به مهمون بدی دیگه. یعنی آره دیگه. خیلی ممنون که اومدی یا مخلصتم، چاکرتم. پاشو شلوارتو در. آره. یه چیزی بدم راحت بپوشی. آره. اینجوری. آره اینه. این اوج ارادت. یعنی بمونه دیگه قشنگ. تو قشنگ موندگار میکنیم. بعدش هم که رفت فردا بگیم دیگه دیدی مفخرو. همراه ما باشید همچنان با برنامه چنچنده. خب ما همچنان در خدمت نمیدونیم هم چجوری این مهمون گلمون رو نگه پاشو شلوارتو درآر تو بابا پاشو درآر پاشو تا ما جور دیگه نگرد دارین نمیشه با تو کار نمیکنه رو گفتی اون سیستم اومد کار شلوار درآوردن با ایشون کار نمیکنه واسه نگه داشتن ایشون ممکنه حتی زودتر هم فرار کنه از طرز شلوار درآوردن ولی تو واسه ما هیچ جوکی لطیفه مطلب طنزی تعریف نکردی. ببین من هر چی که بچه‌ها فرستاده بودن واسه همونو تعریف کردم واسه تو یه دونه واسه ما تعریف نکردی. چی گفتی واقعا خنده دار بود، یعنی من نمیتونم رو دست تو بلند شم به خدا. این در واقع کار منو دیجیتال می‌کنی یا تعریف می‌کنی؟ کار منو سخت کردی اصلا آخه. یعنی صداقت از تو چشاش می‌ریزه، یعنی اینقدر صادقانه داره از من تعریف می‌کنه. و حالا بذار جوک تعریف نکردی. البته از هنر شما استفاده رو ما بردیم به صورت بهینه. ما یک بازی معمولا با مهمونامون میکنیم که با شما هم قرار این بازی رو بکنیم. اوکی. نترس. اوکی. دست و پا شروع کرد به لرزیدن. نه بازی جالبیه. خب نمیگم به چه بازیه که سورپرایز بشی. این چشامو میبندی بعد دیگه چشاتو از ببینم چه نه اتفاقا چشماتو نمیبندم. میذارم چشمات باز باشه ببینی داری چیکار میکنی. اوکی. خب همراه ما باشید به قسمت بازی وارد میشیم. بعد از قسمت بازی یه حرکت دیگه داریم. بازی.
خب رسیدیم به بخش مسابقه. مسابقه دیگه با توجه به اینکه ایشون از منطقه خیلی سردسیری اومدن، ما گفتیم که هاکی روی یخ الکی، یا در واقع هاکی روی ایر میشه، روی هوا میشه، ولی خب انگار هاکی روی یخ دیگه، یعنی به همون حالت ما قراره که با ایشون ستایی بازی کنیم. ما آوانس میدیم، اینم میدیم خدمت شما. من دست در جیب دارم بازی میکنم. من چون دست در جیب بازی کردم دیگه الان زایی هست اگه بگم دست در جیب بازی کردم. در جیب بازنده چیکار میکنه؟ برنده چیکار میکنه؟ بازنده باید پیانو بزنه. اگه من بردم باز تو میزنی ها؟ آره دیگه من میزنم. من شده دستم بره امکان نداره بزنم تو. بزنید. من بردم. تو باید پیانو بزنید. خدا یا شکرت نجات داری همه را پیانو زدن من. من چون هر جا که پیانو زده بودم درگیری هایی که به وجود اومده بود واقعا نمیارزه به این قضیه. ما در خدمت آرش عزیز هستیم. خیلی لطف کردی مهمون برنامه ویژه عید ما بودی و پیانو در خدمت شماست. ما هم در خدمت شما. در خدمت شما هستم. در این لحظه من از حضور شما مرخص میشم، میرم به اون سمت تا لذت ببرم از هنرمندان. مازمان مازمان. تمنا میکنم. بزرگ جوانی جان. تمنا میکنم. Thank you.
خب به پایان برنامه ویژه برنامه چند شمه برای عید نوروز رسیدیم. این دومین برنامه بود که در ایام عید ما تقدیم حضورتون کردیم. اولیش که البته در ایام عید نبود، قبل از عید بود. دومیش رو دیگه این اولین جمعه سال 1994 جانم این حاجی فیروز خوری دلخوری قرار کرد. از چی دلخوره بابا؟ تو پرستاد میشم راحت شدم دیگه. خیلی افتاده اونجا بابا، ول کن کارا چیه میکنه. ببین حواس برنامه آخر یکش بکنه به خاطر من خدافظی آخر چی کار میخواد بکنه؟ خدافظی ببینم بابا، بینجا بینم تو وایسادی اون گوشه چی کار اشاره کردی منو؟ این ناراحت نیست که، اینکه خیلی هم خوشحاله. قیافه‌شو نگاه کن. نه من چهرم خندانه ولی دلم گریانه. دلت گریانه؟ آخه برای چی دلت گریانه؟ از دلم بپرس. بپرس ازش. چرا گریانی آخه؟ چون تو منو اذیت میکنی. اجازه بدین یه لحظه. من داشتم یه چیزی میگفتم. میذاری من بگم اون بخش رو؟ ببخش. اشکال نداره که. نه بگو. 1994. زمان هیتلر. 1994 زمان هیتلره. خب خیلی خوب. تو اصلا من یه سوالی از تو دارم. جانا. تو یه مرد گنده رفتی پلوی اون شکایت کردی که من نمیدونم از آخ برای چی؟ چون اون خیلی گنده تر از من بود، گفتم یه گنده تر از خودم بفرستم سراغت. آها، بعد چی گفتی بهش آخه؟ چی گفتی؟ چی کار میخوای بکنی الان؟ آخه تو این همه هی میگی من اجرا، بذار من اجرا کنم، بلد نیستی، من اجرا کنم، بیننده های عزیز برنامه های من خوششون میاد، نه تو. چی اینا رو به تو گفته؟ خود بیننده های عزیز. خود بیننده های عزیز اینو گفتن؟ تو اصلا بلدی حرف بزنی با دوربین؟ بله. بگو، چی میخوای بگو؟ من همه حرف نمیزنم، شما خداحافظی بفرمایید. یه خداحافظی خشک و خالی کار داره که تو دو ساعت وای میسی خداحافظی میکنی؟ خداحافظی بفرمایید. خداحافظ. اینم یعنی این همه خودش رو تکرم بابا. خب یه خداحافظی میخواد بکنه. چی دوباره؟ گفت دیگه. خب درست خدافظی تو بکن دیگه، بیچاره کردی منو. خب دیگه خدافظی بهتر از این دیگه. یه خدافظی کردم رفتم دیگه، درست حسابی. مگه نمیگی میخوام مجری این برنامه بشم و نمیدونم از این حرفا؟ حداقل یه دو کلمه حرف بزن با مردم، با مردم عزیز. عین خودت. پس اینو بگیر یه دقیقه. خب بیننده های عزیز، بیننده های عزیز، خب خیلی خوش آمدین. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامتین؟ چه خبر؟ این چیه؟ منم؟ آره این یعنی دکمه های کتته که همش اینطوری میگیری. خب بعد این دستته، بعد بعضی موقع هم خیلی هی این کار میکنی، این مرد عنکبوتی هست و مثلا اینطوری برد میکنی برای اون دوربینه. آها. دوربینه میکشی طرف خودت. یعنی خدافظی حضرت عالیه دارین؟ خدافظی میکنی شما دیگه الان؟ آره دیگه الان در حال خدافظی هم. هنوز خدافظی نکردم، تازه سلام کردم. آه این تازه سلامت. بله. اینو بگی دستت؟ خب. خب بیننده های عزیز. میذاری من خدافظی بکنم؟ بکنی. بیا با هم خدافظی کنیم. نه. تفاوت شما احساس کنین خداییش. خداحافظ. خداحافظ. ببین خودش حساب اومد دست. بابا هم خداحافظ. بیا با هم خداحافظی کنیم. خب. با هم خداحافظ. یک. دو. صبر کن. بذار بهت بگم چی میخوام بگم. بگو. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. این برنامه اول، یعنی اولین جمعه سال 1394 بود. برنامه‌ای که امیدوارم مورد توجهتونم قرار گرفته باشه. و صحبت خاص دیگه ای ندارم در واقع. شما بخش خودتو بگو. هیچی دیگه. یا مدل کامران هومن خدافظی کنیم. کامران. به پایان. نه. من آخراشو میگم. به پایان. نه. برنامه یه. این هفته یه. چند شنبه با سینا. نه. رسیدیم. دیم. تا برنامه بعد خدا حافظ. حافظ رو بیامرزد. برو. خدا حافظ رو بیامرزد. بیامرزد. بفرمایید. بیامرزد. بفرمایید. خدا حافظ شما. قربان شما. بزرگوارم.
کسی نمیتونه منو اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.